بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. خيستا پچا جهان د سوچ واجب الايمان د خيستا پچا جهان د سوچ واجب الايمان د بس هما غم جانان 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 د پر سفر د کائنات کے عالم موجودات کے د اللہ پ مخلوقات کے پ دی ارض سماوات کے پ ملکوں پ جنات کے پ میدان د رسات کے ہم پواڑ آسمانوں کے ہم پواڑ دریابو کے پرانا اپ تیارو کے ہم دل مر پ پلوشو کے د فطرت پ ہنگام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان باز بخیر آمد و میخواییم که در ماه مبارک رمضان یک سلسله از درس‌های رمضانی داشته باشیم به توفیق الله سبحانه و تعالی. خب، اولی درس خود در ماه مبارک رمضان در میلی که به کجا میریم؟ به فرزه میریم، فرزه شمالی. اولی درس ما درباره است که مردم ماه مبارک رمضان چطور استقبال میکنن، به خاطر از اینکه امروز من فکر میکنم آخرین روزهای ماه شعبان است که شاید فردا یا پس فردا انشاءالله تعالی روزه باشه. مردم چه قسم از ماه مبارک رمضان استقبال میکنن؟ مردم دو قسم مردم هستن که از ماه مبارک رمضان استقبال میکنن. دو قسم مردم هستن، دو صنف. صنف اولش کسانی هستن که با الله محبت دارن، با دین الله محبت دارن و وقتی که میگن بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله که بخشاینده و مهربان است، این مردمانی که به رحمت الله عقیده دارن، مردم در استقبال رمضان دو قسم هستن. قسم اول از اونا کسایی هستن که به اساس محبتی که با الله سبحانه و تعالی دارن، خواندن که بسم الله الرحمن الرحیم، میفهمن که آنچه که الله برای ما حکم کرده به اساس رحمت از اوست، الرحمن است، الرحیم است. پس اگر در ماه مبارک رمضان سر ما سختی میایه، تشنه میشیم، گشنه میشیم، لکن امر ذات مهربان است، به این خاطر ماه مبارک رمضان با بسیار خوشی استقبال میکنن. چی خوب است که اوامر دوست خدا تطبیق بکنیم و به خاطر دوست خود تشنه شویم، گشنه شویم، سختی ببینیم، پاهای ما به درد بیایه، ولی هدفی باشه که دوست ما چه قسم از ما راضی شود. یک قسم اول مردم هستن که با آمدن رمضان احساس خوشی میکنن. چرا؟ به خاطر از اینکه به امر الله عادت دادن، تطبیق امر الهی برشان لذت میده. این اول مردم هستن، اسمش پاک میشه، روحش پاک میشه، معنویت حاصل میکنه، تقوا حاصل میکنه. این قسم مردم وقتی که به ماه مبارک رمضان نظر میکنن، میبینن که از اول رمضان تا آخر رمضان کلش نعمتهای رنگارنگ است. روح انسان آرام میگیره. الا بذکر الله تطمئن القلوب.
یاد الله چه وقت زیاد میشه؟ در ماه مبارک رمضان، ماه قرآن است، ماهی است که در این ماه هر کسی که از قرآن غافل بوده دوباره به قرآن رجوع میکنه. ماهی است که فرصت است برای ما گناهکارای بیچاره که بر بنده های خود الله این پیام فرستاد که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بنده های ما که اسراف کردین بر نفس هایتان، زیاده روی کردین، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشین. الله تمام گناه ها را میبخشه، غفور است، رحیم است. پس ماه مبارک رمضان ماه فرصت است. بعضی از بیچاره ها متاسفانه این فرصت پیدا نکردن که امسال در ماه رمضان با ما باشن. خوشا به حال کسایی که رمضان آمد و فرصت رمضان حاصل کردن. و این قسم مردم هایی که میفهمن که ماه مبارک رمضان ماه فرصت است، پس پروردگار متعال ماه پاکی بخشیدن به روح، ماه رجوع به رحمت الهی، ماهی که دروازه های رحمت الهی باز است، ماهی که گناه ها بخشیده میشه، ماهی که بر انسان فرصت است که میتونه با عبادت مثل که از مادر نو تولد شده باشه. یا سبحان الله، چقدر ذات مهربان، یرحمک الله. اما قسم دوم کسایی هستن که ماه مبارک رمضان روزه رو یک مشقت سختی سر خود میبینن. اونا از رمضان رو استقبال میکنن مثل که انسان یک مهمان ده که ناخواسته هست آمده باشه. یا سبحان الله، ایمان چقدر فرق میکنه. ساعت رمضان سرشان سخت است، روزه میگیرن ولی با استقلال مثل یک بار. بسیاری کسا احساس خستگی میکنن روزه، به غیر از تشنگی و خستگی و گشنگی چیز دیگه حاصل نکنن، زیرا آنچه که اعمال انسان قوی میسازه و زیبا میسازه اویی است که انسان با قلب پر از اخلاص، با محبت الهی، با امید مغفرتش امر الله را تطبیق بکنه. و الله جل جلاله ما و شما را از جمله امی صف اول قرار بده که رمضان با بسیار خوبی استقبال بکنیم. با ما باشین با درسای دیگه ان شاء الله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هم بوار دریا بو کی پرانا اپ تیارو کی، هم دل مر پپن و شو کی، د فطرت په هنگامو کی، د الفت په حادثو کی، چزلاند د چاشاند بس هم غم جانند، چزلاند د چاشاند بس هم غم جانند، چ خستا پچا جهان د څوک چی واجب الایمان ده، چ خستا پچا جهان د څوک چی واجب الایمان ده، بس هم غم جانند، بس هم غم جانند، د صدیق په صداقت کې، د عمر پر عدالت کې، د عثمان پر ریاضت کې، د علی په شجاعت کې، د حسن په نظافت کې، د حسین په شهادت کې، د ازواج په حیا کې، د احفاد په رضا کې، حمد المرسپوک میرنا کې، د رب رب سترګو ښکلا کې، حمد نیمو شپو ژړا کې، د سحر د ګل خندا کې، چی د چا حسن عیان ده بس هم غم جانان ده، چی د چا حسن عیان ده بس هم غم جانان ده، چی خستا پچا جهان ده څوک چی واجب الایمان ده، بس هم غم جانان ده، بس هم غم جانان ده، د خلیل په سر نیران کې، د بلال په خو غزان کې، د خبیب په امتحان کې، د صہیب د ژوند په شان کې، سفرونو د سلمان کې، د مظلوم تیر گریوان کې، حیدر هر نعره کې، د سکون هر لمحه کې، هر نیک حادثه کې، د یثرب هر کوڅه کې، د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله وملائکته یصلون علی النبی،
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين ومجيب الداعين وغافر الذنوب المذنبين وقابل التوبة التائبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحق المبين، خلق الخلق أجمعين، يعلم سرهم ونجواهم، ويرى ما يفعلون، ويسمع ما يقولون، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، قدوة الخلق أجمعين، وقائد الغر المحجلين، والشافع يوم الدين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. برادراي عزيز، إن شاء الله تعالى امروز والله أعلم که آخری روز از شعبان باشه، دیگه یا فردا یا پس فردا ان شاء الله اول رمضان است. پس درس ما ده ای است که مردم ماه مبارک رمضان چه قسم استقبال میکنن. ای عالمی که کتاب نوشته کده، شیخ سعد ابن سعید الحجری حفظه الله، هنوز در قید حیات هستن، ای تذکیر الانام به دروس صیام ایره نوشته کرده و بعض درسایی است که بعد از نماز دیگر و نماز خفتن علاقات درسی داشتن. ای نوشته کرده که مردم در استقبال رمضان دو طایفه هستن، صنفین. یک تعداد مردم هستن که به آمدن ماه مبارک رمضان خوشحال می باشن، اظهار سرور میکنن، خوشی میکنن که ماه مبارک رمضان است. این گروپی که اظهار خوشی میکنن به آمدن ماه مبارک رمضان، علتش چیست؟ یک علتش والله اعلم، ما که دمیرا میمدم در دلم گشت این است که وقتی یک مسلمان دو صفت الله را میفهمه که الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، وقتی که الله سبحانه و تعالی خودم معرفی کرده که الرحمن الرحیم است، پس امیر رحمت الله جل جلاله که در قلب انسان جای گرفت و فهمید که ذات مهربان است، معلوم میشه که هر حکم ازی به اساس رحمت است. و امین ماه مبارک رمضان، اکثرا امین مملکت ها و پادشاه ها و رئیس جمهور ها قانون دارن که یک وقتی را برای بخشش گناه های دیگر ها میخواین که برای یک کس را ببخشه، باز یک بانه برش جور میکنه، یا عید یا جشن یا چطور، امیه را آزاد میسازه. الله سبحانه و تعالی برای انسان مسلمان یک فرصتی داده، فرصتی داده که برای انسان گناهکار، انسان که اشتباه میکنه، غلطی کرده، به خاطر که توبه از اینا را ببخشه، توبه از اینا را قبول بکنه، به خاطر از اینکه دروازه رحمت خدا برشان خوب آمد فراخ باز بکنه. از یک طرف شیاطین الجن در زنجیرها بسته میکنن، از یک طرف با صفای روح، با گشنگی، با تشنگی روح و جسد انسان آماده عبادت میسازن. ببینن رحمت الله سبحانه و تعالی را. پس کسایی که میفهمه که آریخ ماه رحمت است، از یک طرف راه است که روح ما صاف شده میره، پاک شده میره، از یک طرف جسم ما از گناه ها رای گناه را سرش بسته میکنه، از یک طرف وساوس شیطانی را رایش قید میسازن، از یک طرف با بند شدن غذاها و خوردنی ها و نوشیدنی ها و ایگپا امو غلبه نفس از سر انسان کم میسازن، در پالوی ازی که کل راه های گناه را سرش بسته کرد، باز دروازه توبه را هم برش باز کرده که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. از این خاطر کسایی که ماه مبارک رمضان به این فکر، امر ذات رحمان رحیم است، چرا این امر کرده؟ اگر من گشنه هستم، مثل که یک مادر طفل خود یک غذا را نمیته، میگه این غذا چی است؟ بر تو نقص میکنه. مثل یک طبیب مهربان که بر یک نفر میگه که تو اینی خوردنی را نخو، برات خطرناک است، میفهمی که دکتر مهربان است.
خوش نیست. میگه گوشت گوسفند نخو، کلسترول داری، برات نقص میکنه. پس اگر میگه گوشت گوسفند نخو، ای چربی نخو، از مهربانی میگه، نه از دشمنی. اینال کسایی که میفهمن که واقعا ذات رحمان رحیم امرش به اساس رحمت است، از این خاطر اینا ماه مبارک رمضان بسیار خوب استقبال میکنن. کل راه ها برای ما باز است، راه بخشش، راه توبه، راهی که در 11 ماه به این سادگی نبود. کل دروازه های گناه روز به روز چی شده میره؟ بسته شده میره. حتی شریرترین انسان ها هم میگه ماه رمضان آمد، من می گناه خود قطع میکنم. شیطان از اون طرف در زنجیرها بسته کرده، نفسی طرف تحت فشار آمده. پس کل چیز به خاطر چی هست؟ به خاطر از این است که میفهمیم که الله سبحانه و تعالی میخواه که در ماه رمضان ما را ببخشه، میخواه که ما در این ماه مبارک رمضان از اجر و ثوابی که عزیز ما خطا خورده از این استفاده بکنیم. به این خاطر این مردم ماه مبارک رمضان چی میکنن؟ چه قسم من فرح به و سر به قدومه، کسایی هستن که با آمدنش خوشحال هستن و با آمدنش چی هستن؟ خوشی و سرور میکنن که الحمدلله که باز هم بر ما یک فرصتی آمد که نمردم. بسیاری کساست همین نعمت عزیزش رفت، فوت کرد، اما انسانی که برش همین فرصت رسیده که باز ماه مبارک رمضان است و از استفاده میکنه، سبحان الله، سبحان و تعالی. یک زن در اروپا چادر پوشیده و از این طرفی پولیس هایی را ممانعت میکنن که چادر توسو کو کفار اذیتش میکنند، وضعیتش بسیار، از هر طرف شیطان های انسی و جنی را آزار میدادن و این نقاب پوشیده تنها چشمایش معلوم میشه در کجا، در جایی که در اونجا دیگه زنها، دیگه زنها هم کل لباسش یک بلست است، یک بلست دو بلست لباس داره، ای چندین متر لباس جور کرده. از یک سوال کرده، یک کس آمد گفت تو دی قلب اروپا زنها چی حالت دارن، وضعیت چه قسم است، تو چطور این لباس پوشیدی؟ ای زن ای گفت که دختر مسلمان است، گفت روزی که من بسم الله الرحمن الرحیم خواندم و در معنای از او فکر کردم و مفهوم الرحمن الرحیم در قلب من داخل شد و عقیده کردم که واقعا او ذاتی که این قرآن فرستاده ذات رحمان رحیم است. از این خاطر من میگم اینمی که گفته که حجاب بکن، امی حجاب در اینمی سختی ها از رحمت از او هست. از این خاطر من حجاب بساب از این میگنم که ذات رحمان رحیم برام امر کرده و دهی حتما فایده ایم است، اگرچه من چند روز سختی میبینم، چند روز تکلیف میبینم. آل انسان روزداری که واقعا مؤمن است و روزه را به اساس رحمت یک تحفه ذات مهربان میدانه، تحفه رحمان رحیم است. پس میگه اگر تشنگی است، اگر گشنگی است، اگر سختی است، اگر قیام اللیل است، اگر تراویح است، اگر تهجد است، اگر ختم است، این کل ازی بر ازی مثل چی است؟ مثل تابلیت های راحت بخش است. به خاطر ازی میفهمه که کل ازی در نتیجه است چی است؟ امر رحمان رحیم تطبیق میکنم و این بر من یک نعمت و یک برکت است. از این خاطر این صنف اول مردم روزه ماه مبارک رمضان من حیث یک تحفه، من حیث یک هدیه، من حیث یک بشارت خیر، من حیث یک وسیله رسیدن به سعادت، وسیله نجات، من حیث یک راهی که خود از گناه ها خلاص میکنی، نجات میدی. به این خاطر این گروپ اول ماه مبارک رمضان. چرا؟ لأنه عود نفسه على الصيام ووطنها على تحمله. نفس خدا عادت داده به روزه. نفس النفس كالطفل ان ترضعه يرضى وان تفطمه ينفطم. میگه نفس مثل طفل ورس، اگر برش هر قدر شیر بیتی، هر څومره چورت شیدی ورکی 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 تر څلور کاله پوری خوری، و این تفتمه او کچری بلهی، وقتی که از شیر جدایش میکنی در یکونیم سالگی هم که جدایش کنی یعنی فاطمه. پس نفس انسان اگر هر قدر ایر زیاد برش مجال بیتی و بیتی 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 یعنی اوز تقیان میکنه، اما وقتی که جلوشه گرفتی و ماه مبارک رمضان یکی از وسایل است که نفس جلوشه بگیره، مثل که اسب است چوچگک است در میدانش قیصر انداخت که کش کرد در مستقیم میشه.
اینال اینی انسانه که با این محبت سعی کن. اساس ایمان به الله سبحانه و تعالی محبت است. والذین آمنوا اشد حبا لله. وقتی که به الله محبت داشتی، به امر الله با محبت برخورد میکنی و در تطبیق از او هیچ وقت فلا یجد مشقتا فی الصیام، باز این انسان در روزه گرفتن احساس مشقت و سختی نمیکنه. بل یتهم نفسه اذا ترکته، بل یتهم نفسه اذا ترکته، بلکه این میگه متهم میسازه نفس خدا وقتی که این امی روزه را ترک بکنه نفسش. وقد کان السلف رحمهم الله یکثرون من الصیام حتی الیفو، میگه سلف صالح صحابه کرام تابعین و تبع تابعین رحمهم الله اقدر روزه میگرفتن که حتی با روزه گرفتن عادت کرده بودن، الفت گرفته بودن، مثل یک عادت برشان شده بود. فمن ترک شیئا لله، سبحان الله، فمن ترک شیئا لله عوضه الله خیر منه. اگر یک کسی یک چیز را یا خوردن یا نوشیدن یا دیگه خواهشات به خاطر الله ترک میکنه، الله برای عوضی از زیره میده، هم در دنیا و هم در آخرت، هم در دنیا هم در آخرت. وقد قال الله تعالى وكلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه، باز الله سبحانه وتعالى در روز قیامت برشان چی میگه؟ کلوا بخورین، واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه، در روزای دیگه که شما در ماه مبارک رمضان ترک خوراک کردین، ترک نوشیدنی کردین. اینی کسایی که محبت با روزه پیدا میکنن، کما الف الصيام الف القيامه، همین قسم که روزه را با عبادت کردن با قیام. یعنی بعضی کسایی که روزه را، بعضی طایفه دومی هستن که روزه را میگیره میگه برو روزه خود روز است، در حالی که شهر رمضان گفته، نگفته یوم رمضان، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. پس تو باید ماه مبارک رمضان 24 ساعت در عبادت باشی، یعنی 24 ساعت باید تو به عبادت کی بوسی. شهر رمضان ویل نه چون یوم رمضان صحیح است که روزش روزه هست، اما شبش خب باز عبادت است. از این خاطر همین ماه را مکمل ماه چی میسازن؟ ماه طاعت و عبادت. به این خاطر اینی گروپ اولی که ما سرش بحث میکنیم این کسانی هستند که کما الف الصیام الف القیام، همین قسم که با روزه الفت گرفته، با چی؟ با قیام اللیل هم الفت میگیره. حالا بسیاری کسا هست متاسفانه سحری میخیزه، وقت تهجد است تهجد نمیخونه. یا سبحان الله، ده یک ده پده یک میاشتی چوک زان عادت که کنه پیشلمه تا جیگه گی، خو وقت تهجد ده اول تهجد وکه بیاد بیا خوراک خوره. چقدر مردم هستم که از این میگم، حتی من خودم بیخبر بودم، یک وقت گفتم او سبحان الله ما پس شوی میخیزیم تهجد از پیش ما میمانه. چه خوب فرصت است یک ما اگر یک نفر تهجد بخونه، ها عصا ان یبعثک ربک مقام محمود، در مقام محمود پس پیش میگه عادت میشه. وقتی که یک ما تو تهجد خواندی ان شاء الله تعالی عادت میگیره. پس این یک فرصت خوب دیگه همه در ماه مبارک رمضان که انسان هم یک ما وقتی که برای سحری خیز، قبل از خوردن سحری تهجد خدا بخونه. چه خوب یک فرصت است. نه وتر اگر آخر بانه، وتر آخر بانه یو خلوص خوب است و بهترین فرصت است، به خاطر اینکه سحری حتما میخیزه. یک حدیث شریف است دایی ایره امام ترمذی روایت کرده در کتاب الدعوات، در باب فی دعاء النبی صلی الله علیه و سلم، و شیخ ناصرالدین البانی رحمه الله ایره گفته که حدیث حسن صحیح 3549. یه حدیث چی میگه که نبی کریم صلی الله گفته که علیکم بقیام اللیل، صحیح که علیکم اسم فعل امر است و امر دلالت به چی میکنه؟ به وجوب میکنه، در صورتی که قرینه مانع نباشه. علیکم بقیام اللیل، میگه شما باید حتما قیام اللیل بکنین. چرا؟ دلیل چی است؟ فانه دعب الصالحین، دعب عادت و عمل کرد و روش صالحین است. آه فانه دعب الصالحين قبلكم،
از این خاطر میگه شما قیام اللیل بکنین به خاطر از این که ادب، روش، اخلاق، طریقه و سنت صالحینی که قبل از شما بود همین قیام است. یعنی ماه مبارک رمضان بدون قیام تیر نکنین. و هو قربتون الی ربکم. حالا بعضی مردم از به زیارت میره فکر میکنه از طریق زیارت من قریب میشم. بعضی مردم هست به سنگ ها سجده میکنه و زیارت ها را ماش میکنه و توقه ها را سای پوش میکنه و برای زیارت ها قالین میخره. یا سبحان الله، یگان تا به عقل یک لگر بره بر زیارت ها قالین میخره. باز یگان تا بغیا برش میگه او حاجی صاحب کل زیارت ها را پوش کردی، توقه های چوبه ها را پوش کرده. همین زیارت ها اکثر همین پوش هایش که زریست. این هم خانده میری اکثر مجوسی ها تکی زری را خوش داشت. مجوسی ها زیادتر همین تکی زری سر قبر ها وار میکنن. بابا کلان های ما و شما بود خیر از خفه نشین، خال خدا عفوشان کنند. اینال در حدیث شریف چی میگه؟ میگه و هو قربتون الی ربکم. سبحان الله، امی شوخیستان قیام اللیل که است اونجا خود روش صالحین بود، دیگه صفت چی است که تو را به الله نزدیک میسازن. در ماه مبارک رمضان، در ماه قرآن، در ماهی که در امین ماه تنزل ملائکه و روح، یعنی سعی کن حضرت جبریل امین دیگه وقت پایین نمیشه. ماه مبارک رمضان ماهی است که به عصر نبوت نزدیک است، یعنی ماهی است که تنزل الملائکه دیگه ماه نیست که خود جبریل امین علیه السلام یکی از فضایل ماه مبارک رمضان همی است که خود جبریل امین می، یعنی ماه مبارک رمضان با عصر نبوت یک پیوند می ته. متوجه هستی کوثر سی؟ در دیگه وقتا ملائکه های دیگه می آین و روح که اینجا روح الامین است منسوس دمی ماه هست. پس این حال وقتی که قربت با پروردگار دمی وقت حاصل می شن. خب آیا تنها همی است؟ میگه نه، و مکفرتون للسیئات، و گناه ها هم بخشیده می شن. سبحان الله، توش در ماه مبارک رمضان قیام اللیل میکنی، اول در صف صالحین داخل شدی، انعمت علیهم. تو میخوای در صف کی داخل شوی؟ انعمت علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدای و الصالحین. پس در صف با قیام اللیل در صف صالحین داخل شدی، یک فایده. فایده دومی چی است؟ که به پروردگار خود قریب ساختی. این دو فایده. سوم فایده ای که و مکفرتون لسیئات، گناهایت هم الله میبخشن. این از این که نعمت بزرگ میشه، در صف صالح داخل میشی، الله به الله نزدیک میشی و گناهایت هم چی میشه؟ بخشید. اینال یا سبحان الله، ما و شما چه قسم ماه مبارک رمضان استقبال بکنیم؟ ماه مبارک رمضان استقبال بکنیم که یک مهمان گرامی و از جانب پروردگار رب العالمین بر ما فرستاده شده. الله توفیق نصیب بکنه که انسان این میمان خدا واقعا با مو صداقت، با مو اخلاص، با مو ایمان استقبال بکنه. و منحاتون للاسم، منحاتون للاسم یعنی گناه ها رو چی میکنه؟ ختم میکنه. سبحان الله، الله توفیق نصیب بکنه که از این گناه هایی که ما شما مبتلا هستیم، زبان ما غلط استعمال میشه، گوش ما غلط استعمال میشه، دست ما غلط استعمال میشه، پای ما غلط استعمال میشه، هر قدر که کوشش میکنیم لیکن بازم الله سبحانه وتعالی ذات مهربان است بنده های خودم. خب اینی مردمایی که ماه مبارک رمضان این قسم به این نیت استقبال میکنن، یا چی که کدام کارا را میکنن؟ حالا کارایشان را نشان میده، کدام کارا را میکنن؟ کون کارونه که ای دخلک چه؟ در روژه راتلون خوشحال دی استقباله یه سنگ پوستش دقیقه نپر خوشحال ده، دقیقه نپر خپه ده. علاماتش چی است؟ و استقبال هاولای لرمضان به ذکر الكثیر. میگه اول علامتش چی است؟ که این مردم الله را بسیار ذکر میکنن. از ذکر القولی و ذکر العملی، ذکر قولی و ذکر عملی. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر الله را با زبان میکنه به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این هم ذکر است. تلاوت قرآن این هم ذکر است. نمازها را که زیاد میخوره نوافل، یا هم ذکر است.
پس یکی از علامات کسایی که از آمدن رمضان خوشحال هستند که وقت خود در ذکر قولی و در ذکر فعلی. بگو استاد، ذکر فعلی و قولی رو برای ما، یکی ذکر فعلی است، یکی ذکر قولی، یکی عملی است، این رو برای ما کم کم تشریح کن. ذکر قولی آن چیزی که به قول ادا میشه، چیزی که به سخن ادا میشه، او ذکر قولی است. مثل اذکار مسنونه که در رأس عزا واقع است، اذکار نافله. نو ذکر قولی عبارت از ذکر است که انسان به سخن ادا میکنه که در رأسش اذکار مسنونه واقع است، اذکار صبح و شام، اذکار مخصوصه هر جا هر مکان که کتابهای در این رابطه نوشته شده به نام مأثورات، مأثورات نبوی، اذکار مأثور و ذکر فعلی هر آن عملی که به یاد الله رب العزت اجرا شود. مثل که در قرآن عظیم شان میگه اقیم الصلاة لذکری، نماز برپا کنی برای یاد من. ذکر به قول، ذکر به فعل و ذکر به قلب و فکرام می شود که ایمانیات، اعتقادات درونی، اینا هم یاد پروردگار است. اصل ذکر یعنی یادآوری پروردگار. دعایت شریف الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، ای یاد الله هست، ای عملی شد که هم در حالت قیام و قعود و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و تفکر در خلقت آسمان و زمین میکنه. پس ذکر الله سبحانه و تعالی، مولوی صاحب یا ودا قطو وای چې ذکر قولی او ذکر فعلی سره هم ادا کو. نو بس مخک چې استاد کوثر صاحب خبر وکړه، بس دا خبره ده قولی هغه چې خولې باندې ادا کیږي او نور جوارح ته پکې هغه نه وي، او فعلی دی دا سې ذکر چې هغه نور عمل ته پکې ضرورت وي، ټول بدن پکې هغه کیږي ضرورت وي، ورته مقصد ده لکه مون شو دا د مونز کو نپلی بعد نپلی وی وک پرزی مون دا ټول دا عملی د خدای جل جلاله ذکر ده. جزاک الله خیر. انا یک علامتش کی نا ذکر میکنن، دوم چی است؟ و بقراءه القران المتواصله لانه شهر القران. دیگه انسانی که از آمدن رمضان خوشحال است همیشه در تلاوت قرآن به شکل متواصل. شیخ بگو قراءه القران المتواصله مقصودش چی است؟ گفته که این نفر هم قرائت قرآن متواصل، یعنی همیشه قرائت قرآن میکنه. یکی از که مثلا یک نفر نیم سپاره میخونه باز ترک میکنه، یکی یک سپاره میخونه باز ترک میکنه، یکی متواصل که همت یک متواصل یعنی خاص نمیمونه بس در رمضان، چی رمضان باشه چی غیر رمضان دوام میده، سلسله ای متواتر میخونه. یعنی قرائت قرآن وقتی که در رمضان آغاز کرد این همت دوامدار متواصل در طول سال و هم در خود ماه مبارک رمضان چی میکنن. خب جزاک الله خیر. دیگه گفته که و بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر لان الدین النصیحه. دیگه همی انسانی که از آمدن رمضان خوشحال است، ای امر بالمعروف و نهی عن المنکر همیشه چی میکنن در ماه مبارک رمضان؟ زیاد با امر بالمعروف و نهی عن المنکر عمل میکنه. چرا که دین چی است؟ لان الدین النصیحه. شیخ شما درباره امر بالمعروف و نهی عن المنکر در رمضان یک چیزی بگویید. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل این است که در رمضان همه اعضای ما باید روزه باشن. خب زبان ما اگر غیبت نکنه، بدی مردم نگه، خود به خود همین ایمان ما او رو وادار به کارهای نیک میکنه، مسلمان ها رو به کارهای خیر دعوت دادن که وارو بفهمانه که تنها روزه می نخوردن و ننوشیدن نیسته، ذکر خدا دیگه از بعضی از منکرات که انجام میده ماهای دیگه از وا چی کنه منع شون، و یکی کارهای خیر را به مردم هم زیاد بگن، به خودشان هم تلقین کنن که یک درسی شو که در ماهای دیگه یک سرمخش برایشون که یک تعلیم باشه که همیشه متواصله و استمرار داشته باشه. خب این صفت سیومیش بود نه؟ صفت چهارمیش چی است؟ و ببذل المال للفقراء والمحتاجین.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في رمضان. میگه دیگه صفت چی است که این مال خود در ماه مبارک رمضان در صدقات و ایگپا بر فقرا و محتاجین میرسانند؟ چرا که میگه یکی از سنتای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بر ما و شما مانده که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم کان اجود الناس فی شهر رمضان، در دیگه ماها خو جواد بود و دی اجود، یعنی دی زیادتر مردم به چی میکردن؟ چی میگن؟ خب و به تفطیر صوام، دیگه صفت چی است که تا که واسش میرسه برای روزدارا طعام میته. یک وقفه میکنیم که این دوستا دیگه هم اگر میکرد ما اشتراک میکنیم میشنیم. لب هر کوچه کی ده عرب و جزیره کی ده عجم و علاقه کی چه رحمت ده غزنده بس هم آغمی جاننده چه رحمت ده غزنده بس هم آغمی جاننده چه کستا پوچا جهنده سوک چی واجب. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از وقفه گفتیم که کسانی که صنف اولی که بر آمدن ماه مبارک رمضان خوشحال هستند و روزه ماه مبارک رمضان رحمت الله جل جلاله و یک توفیه الهی میدانند، این مردم ها بعضی صفاتی دارند که از این صفاتش فهمیده میشه که اینا به آمدن رمضان خوشحال هستند. چهار صفاتشان چی بوده؟ امان الله صاحب اولش ذکر الله را میکردن قولا و فعلا که کوثر صاحب تشریح کرد. دوم صفتشان چی بود؟ که اینا قرائت قرآن متواصله و قرائت قرآن حقیقیش همون قرائت قرآن است که افلا یتدبرون القرآن. یکی قرائت است که میخوانم مثلا یک نفر میگه در ماه مبارک رمضان ما شش ختم کردیم، در عقیده چی تاثیر آمده؟ در اخلاق چی تاثیر آمده؟ در ایمان چی تاثیر آمده؟ در برداشت از قرآن چی تاثیر آمده؟ هیچ. والا پنج ختم کردم، شش ختم کردم و تیز بخوان. نه. افلا یتدبرون، وقتی که قرآن می خوانی باز آیت دیگه قرآن به تو متوجه میشه که چرا تدبر نمی کنی؟ ام علی قلوب اقفالها، قلف قلبت باید بشکنانی. تدبر بکنی که آیت قرآن برس مثلا برای ما چی میگم. پس این صفت دومی از اینا بود. صفت سومی کسایی که با آمدن رمضان خوشحال بودن کسایی بودن که امر بالمعروف و نهی عن المنکر میکنن. این که مثلا یک فقیر میبینی که گشنه است، چی نداره، افطاری نداره، ولا یحض علی طعام المسکین، بسیار خطرناک است. یک نفر خودش پیسه نداره لکن دیگران رو تشویق بکنه که اونو بیچاره فقیر است، اونو یتیم است، یک مجاهد است، در جهاد رفته، اولاداش گشنه است، همین در افغانستان در پلچرخی هست، در گوانتانامو هست، در بگرام هست، اولادکاش، خانمش افطاری نداره و تو شش قسم در سر دسترخوان غذا ماندگیست. اول امر بالمعروف و نهی عن المنکر به خود انسان است که خود امر بالمعروف بکن و نهی عن المنکر بکن. سر ما یا حق داره یا حق نداره و بالاخره با از خود گذشته بر دیگرا چی میکنی. حتی اگر خودت پیسه نداری نگفته که بر دیگران نداد، گفت والا یا خود دو علی طعام المسکین، این مردم تشویق نمیکرد به طعام مسکین. حداقل تو که نداری یکی دیگر تشویق کن، تجار هم شناسی، پیسه دار هم شناسی، یک کسی که امکانات داره برش میگی بیادر اونم اون بیچاره یتیم است، که از امیخ یک کیلو گوشت خو برش ببر، یک سیر کچالو خو برش ببر، یک نیم سیر آرد خو برش ببر که این بارک رمضان افطاری شد. بعضی کسا هست یا سبحان الله که اینا روزدار واقعی نیستن، سرد سرخانش دا قسم غذاست و از حال همسایه خود، از حال ملت بیچاره افغانستان و همین ملت ما شما بسیار مظلوم هستن. حتی بسیاری اروپایی ها ما را پرسار میکنه، میگه والا سر ما در اروپا و کانادا، مثلا تو در اروپا و کانادا در ماه مبارک رمضان در اروپا و امریکا سر دسترخوان 20 قسم غذا هست و اینجا کسایی هستن که افطاری ندارن، روز به خاطر الله روزه میگیرن، شب از خاطر فقیری چیز خورده نمیتونن. از این خاطر این مسلمان باید انسان 24 ساعت در امر بالمعروف و نهی عن المنکر باشه و ببذل المال للفقراء والمحتاجين. دیگه چی است که کسانی که واقعا از رمضان استقبال درست میکنن و محبت با رمضان دارن، یک قسمت و فی اموالهم حق معلوم و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، بر سائل و بر محروم باید در معاشت در عایدات یک مقدار یک فیصدی سعی گفتم معلوم
یعنی من فکر میکنم به این اساس باید انسان در این معاش خود 1% بر فقرا و مساکین تعیین بکنه که مثلا این 1% یا 1% یا 0.5% 2% معلوم بکنه و برای فقرا و خصوصا در ماه مبارک رمضان، چرا که در حدیث شریف است که نبی کریم صلی الله علیه و سلم کان اجود الناس فی رمضان. سبحان الله. و دیگه از علاماتش پنجمی چی است؟ و به تفطیر صوام، دیگه که برای روزدارا یک افطاریه، افطاریه از یک گلاس آب شروع میشه، از یک دانه خرما شروع میشه، از یک غذایی که تهیه میکنه. حتی همین خانمایی که در خانه خود برای روزدارای فامیل خود غذا تهیه میکنن، ان شاء الله تعالی اینا هم در همین تفطیر صائم داخل میشن، به شرطی که کل وقت خود سر غذا نکنه. چی کنه؟ مثلا بگه شب باید هم فرنی پخته کنم و باشه یک چیز پخته کنم، نه، غذا پخته بکنه. لکن این خانم در وقت پختن غذا، وقتی برای تلاوت قرآن، وقتی برای ذکر، وقتی برای عبادت اینم بده، لکن همین وقتی را که برای خدمت برای فامیل خود غذا تهیه میکنه، ان شاء الله تعالی در اجر و ثواب داخل است، به شرطی که افراط در یک قسمت نشه. افراط در یک قسمت و هر مسلمان کوشش بکنه که بازی برای فقیر و غنی نیست، برای هر کس، برای هر کس. یک نفر از راه میره، اخلاص داشته باشی، والا یک سطله و در مسجد میبره یک گلاس مردم او مینوشه، یک چند دانه خرما را پیش خود میگیره، در میراه که مردم آزان میته، برای کلگی یک دانه خرما میته. لأنه من فطر صائما فله مثل اجره. سبحان الله. اگر یک کسی برای یک روزدار یک افطاریه میته، یعنی اول رسول الله در اسلام، در اسلام مقدار شرط نیست، اخلاص شرط است. همین که یک نفر اخلاص داره، یک نفر هیچ چیز نداره، 30 روپیه داره، 30 روپیه یک خودی یک خرما میخره، برای 10 نفر یک دانه میته، الله برش همی اجرش میده. چرا که الله به طرف قلب انسان سعی میکنه، سر جیب سعی نمیکنه. یک نفر جیبش از پیسه پر است، خدا شرماندهش، فیلم هندی میخره، در تلویزیون نشر میکنه، همو جیبش خدا پر کرده، لکن این درای شیطانی رو خالی میکنه، ناشکری میکنه. اما یک نفر از روز من بچه ها جی عبدالرحمن کتمن شیشته بود، گفتم الله بر پیسدار زیاد از شهر کابل، خواهی که کسی یک مسجد جور بکنه، این توفیق الله هست، این توفیق کل تجارا ندارن. اما یه دیگه تجارا بعضی ها شیشته بود، گفتم کل گیم تم، یک تجار دار لایتام میسازه، یک تجار مثلا برای فقرا کوشش کمک میکنه، یک تجار است مثلا به مدارس کوشش میکنه، یک تعداد است مثلا بعد علاقات درسی و به ایگپا چیز میکنه، و یک تجار است که خدا شرمانش به تلویزیون بر رقص کمک میکنه. فیدعون فی حسابهم ان رمضان شهر و عباده. این مردم ها در فکرشان چی است؟ از علامات دیگهش، یا در امو جدول تقسیم اوقات خود چی قسم یک تقسیم اوقات پیش خود دارن، در فکر خود میفهمن که رمضان ماه عبادت است. در دیگه ماه هم خود عبادت است، لیکن در این ماه قدر که فرصت زیاد است، امکانات زیاد است، شیطان جنی او طرف بسته است، شیطان نفس ای طرف تحت غلبه هست، دروازه های رحمت از چهار طرف برد باز است، آیات قرآن، احادیث، در جایی که بیرون علاقات درس است. پس اینجا به اساس رحمت الهی در هر کوچه و در هر بازار امی عبادت امکاناتش همه تو 100% است، 100% است. از این خاطر می فهمم که ماه ماه عبادت است. و شهر و انابت و شهر و توبت، می فهمم که این شهر برگشت است، ماه برگشت است، ماه توبه است. فهم مشتغلون به ارواحهم، یا به روح خود مشغول هستند که بر روح خود چقدر غذا بتن، غذا بتن، غذا بتن. ماه مبارک رمضان ماهی است که روحت تغذیه میکنی، ایمانت قوی میسازی، قوی روحت، قوی ایمانیت قوی ساخته میری. و این مثل یک کورس است که در این کورس وقتی که عادت کردی 11 ماه دیگه باز همین چیزها را که در این یاد گرفتی در 11 ماه دیگه هم تطبیق میکنی، ایمانت قوی میسازه، عادت با عبادت میسازه. با تهجد مثلا فشار که گفتیم که اگر یک نفر پشت سیوی میخیزنه سحری، اگر هر سحری خیست و این تهجد بخونه، 30 شب 30 سحری شد، سبحان الله، عادت میکنی. خطتو لذکر فی مئات المرات کل یوم، اینا میگه برنامه ساختن که ذکر الله را در هر روز به صدها مرتبه بکنن. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. دیگه بر ذکر الله
به صدها مرتبه ولی القرآن عشرات الختمات تیلت الشهر به ده ها ختم پیش خود ختم میکنه در تراوی ختم میکنه صوبکی ختم میکنه یعنی اگر انسان هم تو دو صفحه در بعد از نماز صبح دو صفحه بعد از نماز پیشین دو صفحه بعد از نماز دیگر بخونه ولو که هر قسم آدم باشد ما این بار که رمضان یک ختم دو ختم سه ختم کرده میتونه از دیگران میشنوه شب میشنوه روز میشنوه در موتر خود در همه جایش هست خب و تکون حصیلتهم آخر الشهر استکمال الاجر و آخر چی میشه استکمال اجر و برادر عزیز همین ده شب اخیر همین اعتکاف در افغانستان خدا هدایتشان کنه اعتکاف حج بیخی بر سفیدا تخصیص داده بودن من تا 5 سال پیش میگفتم من اعتکافم بر کمپیروز همین حج هم بر ریش سفیدا است اما یا سبحان الله اعتکاف باید جوانا بشینن حج باید جوانا برن این که مثلا جوانا ترک کردن یک تعداد ریش سفیدا بیچاره میرفتن میشیشتن اما بین همی سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بسیار تأکید کرده در اعتکاف حال نوی قسم کنه که مثلا چله برین در چل روز در کو بشینیم نه تو که بخی در غندی خیر بشینیم بیش نشینی خب بیاین نوی قسم کنیم و نه این قسم حداقل در اعتکاف در روز آخر ماه مبارک رمضان بهترین فرصت است که خداوند توفیق بده انشاءالله همی تقاضای مثلا به خیر ساد امسال کت ما بیای بشینه اگه شما بشین ما میشینیم دیگه انشاءالله و تعالی کسایی که در اعتکاف میشین دست خواهد من خود نیت دارم انشاءالله ماشاءالله مجاهد صاحب هم نیت کردن انشاءالله کشم قاضی صاحب الحمدلله انس جان همونه دست خواهد بالا کردن دیگه امان صاحب اون قاضی صاحب یا سبحان الله الله توفیق میتیتن اعتکاف اینه ماشاءالله هم اعتکاف شیخ خب مقصد اعتکاف ایشان گفت سر از این است که یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر رمضان شش تا باز داخلی گفت نه که باز سال آینده 20 روز میشینم شش نه یعنی اگر به حساب سنت معکد بگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترک نکرده هیچ ترک نکرده میبینید کوثر صاحب گفت که یعنی تمام پیغمبرا در اعتکاف ششتن و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم با وجود از اینکه وظیفه اجتماعی بود در سیاست ساختن نظام اسلامی حکومت اسلامی قمندان جبهه بود رهبر اسلام بود او طرف خط اول بود خط دوم بود خط سوم بود در مقابل کفار یه چیز لکن قضا بود حکومت بود دعوت بود لکن با وجود از این نبی کریم صلی الله علیه و سلم به خاطر از اینکه اعتکاف یک سنت بسیار عالی پیغمبر است و بعد از پیغمبر هم شش تا اعتکاف ترک نکرده و حتی در روز مانده باز آخر 20 سال 20 روز هم شش تا از این خاطر برای امت خود یک چیز را مانده یک توفیه بزرگی که در ماه مبارک رمضان باور بکنید همین هر سال که در اعتکاف ما دیدیم تأثیرش بسیار زیاد بوده همین جوانایی که در اعتکاف شیشتن در زندگی از او یک تغییر بسیار قوی آمده یک تغییر بسیار قوی آمده یعنی جوانایی بودن که شاید دین عقیده اسلامی را صحیح نمیفهمیدن از این برکت اعتکاف که در روز همی زراعت یک قانون است به خاطر از اینکه یک بوتگک خراب نشه این را قرنطین میکنن حتی در زمستان همو گل میکنه در زمستان بوتک گل میکنه چرا قرنطین است از یخ و از خرابی اوترا همی در روزی که در اعتکاف میباشی مثل قرنطین واره هستی چشمت حفظ است دستت حفظ است پایت حفظ است 24 ساعت در میمان الله هستی یک عالم میگه فکر لحظات را که تو در بیرون مسجد هستی حسابش به الله میتی لکن اون لحظاتی که در مسجد هستی بازو لحظات الله حسابش را تو میتن سبحان الله تو در شب در روز میمان الله هستی چشمت مسئون است گوشت مسئون است حرام نیست چهار طرفت کلگی در ذکر است در طاعت است در عبادت است آدم بسیاری وقتا مثلا مگان ساعت که میشه میدیم که یک بچه جوان همونجا گریه داره نصف شب والا مرا خجالت میکنه سبحان الله او جوان است ای کده 11 بجه شب تو گریه داره و تلاوت میکنه و ما قرار اینجا خواب هستیم پیش از نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم 3 سال پیش از نبوت هم در غار حرا به خاطر فکر کردن و آمادگی برای
قبول کردن نبوت 3 سالم اعتکاف کردن یعنی کل رمضانه صحیح است گپ سر ازی است که همین اعتکاف مسنون که است همین اعتکافی که در چی هستم و یک روز یک کسی مرا گفت استاد همین ما که اگان جای گپ میزنیم هیچ کس چیز نمیگه همین شما که یگان مثلا میگین زیاد توحید گپ میزنین در شرک گپا گپ میزنین دیگه خب ما هم وارثین پیغمبر هستیم شما هم خیر ما رو چرا مردم چیز نمیگه ما گفتم شما وارثین پیغمبر قبل از بعثت هستین و ما کسی وارثین پیغمبر بعد از بعثت هستیم الان ما اعتکاف قبل بعد از بعثت میشینیم شما اعتکاف قبل از بعثت میشینین 3 سال آبی اعتکاف مسنون بعد از بعثت است وقت تکلیف است او قبل از او که بود او اختصاص به نبی کریم صلی الله علیه و سلم داشت نیست اون اومده چلوی گپا در حساب شریعت چلام ارتباط داره ها و ارتباط و نیست اما اصلا همین انال صاحب بعد از اینکه این موضوع چی شد میگه انال و تکون حصیلتهم آخر شهر میگه حاصل نتیجه از یا چی است همین کسایی که همین صفات داشتن استکمال الاجر یکی خواه اجر از اینا تکمیل میشه دیگه چی است و ادراک لیلت القدر چون یا همیشه در عبادت هستن همین شب قدر یا حاصل میکنن حالا اگه تو 10 شب در اعتکاف بشینی حتما در این 10 شب یک شب قدر است اما اگه در اعتکاف نشینی شب قدر از پیشت میره خطا میکنن پس اینی کسایی که در طول ماه مبارک رمضان به عبادت خدا عادت دادن به قیام اللیل انشاءالله شب قدر هم چی میکنن؟ دریافت میکنن اولش استکمال اجر یعنی اجر کامل رمضان میگیره چرا کسایی که مثلا روز عبادت میکنه شب پیش تلویزیون میشینه و شب فیلم سیل میکنه و شب مثلا اسراف میکنه و بعضی کساس خفه نشین اصلا در رمضان قانونی است که آدم دو وقت نان بخوره نه؟ یکی سحری و یکی شامی باز بعضی کساس در رمضان 4 وقت نان میخوره حق چاشت شب خود شام میخوره حق صبح چاشت خودم پس شبی میخوره یعنی در رمضان به حساب حق 4 وقت هم میخوره انال استکمال اجر اولش بود دومش ادراک لیلۃ القدر بود که لیلۃ القدر پیدا میکنن سومش والفوز بجائزة الرب جایزه الله هم نصیب از این مردم بشه همین کسانی که بستن ماه مبارک رمضان با این می خصائص سپری میکنن و حصیلتهم غفران الذنب والخروج من رمضان كيوم ولدتهم امهاتهم دیگه حاصلش چی میشه میگه که چهارمیش که گناهاشون بخشیده میشه و یا از رمضان اتو میگه بیرون میبرن مثل که مادرشان اینا را نو به دنیا آورده نو ولادت شده باشه سبحان الله الله نصیب ما و شما بگردانن الله نصیب بگردانن و یتسلمون جوائزهم یوم عید الفطر جایزه خدا چه وقت میگیرن روز عید الفطر انصرفوا یا سبحان الله ندای الهی انصرفوا مغفور لكم برن الله شما را بخشیده و هؤلاء هم الذين يدعون الله اشهرا عده ان يبلغهم رمضان این کسایی هستند که میگه به الله دعا میگن پروردگارا ماه مبارک رمضان نصیب ما بگردانی که یعنی پیش از رمضان نمریم که از این نعمت بی بهره نشیم اذ هو من اعظم مواسم طاعات بزرگترین موسم طاعت است و تنافس فی القربات و بهترین وقت است که مسابقه در قرب الهی میشه هر بنده میتونه که به الله خدا نزدیک بسازه اما صف دوم که است صف دومش هم میمانیم بعد از تفریح جزاک الله خیر جانند چه خستا پوچا جهاند سوک چی واجب الایمان ده بس هم غم جانند بس هم غم جانند چپ زڑنو کی اسی گی چی آہنو کی اسی گی چی لفظنو کی اسی گی ازانونو کی اسی گی قلمنو کی اسی گی کتابنو کی اسی گی لیوسفا چی حسین دے نمی خوگ لکا گبین دے چی تخلیق کی آخرین دے مرتبہ کی آولین دے چی شفیع المزنبین دے چی توہا دے ہم یاسین دے
چستای لیر رحمان ده بس هما غم جانان ده چستای لیر رحمان ده بس هما غم جانان ده چخستا پچا جهان ده چوچ واجب الایمان ده چخستا پچا جهان ده بس هما غم جانان ده دمرغانو پا آواز کی پا انجام پا آغاز کی دموسیٰ نبی پا راز کی پا اکناف دو حجاز کی دو نبیانو پا اعجاز کی حقیقت و هم مجاز کی دو بلال پا هر علان کی پا تلقین دو مسلمان کی پا شرطنو دو ایمان کی پا نگین دو سلیمان کی پا چلور کنجا جہان کی لاندل زکا پاس اسمان کی چی دو چا دو نمی علان ده بس هم آغمی جانان ده چی دو چا دو نمی علان ده بس هم آغمی جانان ده چی خستا پوچا جهان ده چوک چی واجب الایمان ده بس هم آغمی جانان ده بس هم آغمی جانان ده چی پوخ پلا هم یتیم ده هم کافل ده هر یتیم ده چی کرار ده هم حلیم ده چی المسید ابراهیم ده چی رحمت ده